این یکی از غریه های ولسوالی زندجان هرات است که در نزدیکی مرکز زلزله قرار دارد با آنکه زمین لرزه های سه هفته اخیر خسارات زیاد به این مردم وارد نکرده است اما خیلی از خانه ها در اینجا به انواع گوناگون آسیب دیدند باشندگان این منطقه میگویند خانه هایشان قابل استفاده نیست ما 80 500 خونه مو ګلیه ګومبزیه اصلا هیڅ کډون غاویل ششتام بری زمستون نه 1250 چې پختهونه خووبه به تر هغې 80 500 مردمو وضعیت رامنځار کړي چې بزې مدات کوتاه خوونه بسوځه کریمه 200 250 خونه کله هم تاسو مشاهده کوئ چې به هم ترتیب به هم حالت 80 85 500 مو خونه خوونه دریم زمین لرزه های شدید و پس لرزه ها تی سه هفته گذشته در هرات به هزاران خانه مسکونی آسیب رسانده است. خانه هایی که به گونه خامه ساخته شدند بیشترین آسیب را دیدند. حالا که کم کم فصل سرما فرا رسیده است، مردم به خاطر ترس از فرو ریختن خانه ها نمی توانند از آنها استفاده کنند. خونه ها بود که چپه شده یک تا خونه دیگه هم هست که اونا به داخل ناششته نمی تانید. با ما خیمه برای خود کردیم، ما منجگاه ششته هیم. خود ما که هشت نفر خود ما چپونم دو روز مرخصی گرفتم برج شیش هزار. شیش هزار چی میشه خود شما فکر کنه. این روزها بیشتر نادهای کمک رسان به ساحات می روند که در مرکز زلزله قرار داشتند قریه هایی که کاملا با خاک یکسان شدند و آسیب دیدگان نیاز به کمک های دوامدار دارند اما مسئولان محلی در هرات می گویند بر اساس نیازمندی تلاش می کنند تا کمک ها را به همه آسیب دیدگان زمین لرزه ها برسانند د افغانستان اسلامي امارت په ټول کې د تجمن دی د هرات په مختلفو ساحو کې چې د ورسته زلزلو له امله سخت زیانونه لیدلې زموږ هیوادوالو د دوی وضعیت رسیدګي وسی او همدارزه په پلان کېسته کومو کسانو چې قسمي زیان لیدلې دي په دوهم قدم کې د دوی وضعیت هم رسیدګي وسی همدان د این غریه ده ها روستای ديګر نیز نسبت به زمين لرزه های اخیر آسیب دیدند مردم همه روزه به کمک های آب و پوشاک نیاز دارند.